چشم دل باز کن که جان بینی آنچه چه نادیدنی است آن بینی گر به اقلیم عشق رو همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه چه بینی دلت همان خواهد و آنچه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی با درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا و با تشکر از جناب فرزاد که در اتاق فرمان برنامه رو هدایت میکنن و همچنین مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا در شهر زیبای تورنتو خب امیدوارم که در این ماه آگست عرض شود که از این آب و هوای گرم تورنتو و کلا کانادا استفاده کرده باشید و خیلی زیاد شما رو ناراحت نکرده باشه برای اینکه باید بدونیم که زمستان در پیش خواهد بود اون موقع ها ما میگفتیم که باغبان از خزان بی خبرت میبینم یعنی اون موقع ما فکر میکردیم که خب بیشتر خزان رو مثال می زدیم و باغ و گلستان رو ولی خب سرمایه بسیار شدید و یخبندانی که در شهرهای کانادا کلا در قطب شمال در همه مناطق سرد از روسیه گرفته تا اروپای شمالی و به همین ترتیب آمریکای شمالی هست اینو عرض میکنم یعنی که قدر این چند هفته هم بدانید و خلاصه استفاده بکنید از هوای گرم تابستانی تورنتو اما در مورد مسائلی که میخواستم امروز خدمت شما عرض بکنم مسائل روز هست مسائل روز که جنبه ملی یعنی کشوری و بین و داره شما همه خبردار هستید یکی مسئله حمله روسیه یا تجاوز روسیه به کشور اوکراین هست که چند ماهی الان وارد ماه ششم شدیم حمله ای که فکر میکردن که ظرف دو سه روز ممکنه تمام بشه الان شیش ماه هست تمام نشده به نظرم هنوز هم نشانه ای از تخفیف جنگ یا صلح و ثبات در منطقه نخواهد بود علتش هم این است که خب میدونید که تمام علت هایی که اتفاق میفته برای تمام مشکلات جهان دو طرف هست نمیشه گفت که یک طرفش غربی ها بی تقصیرن و مثلا روسیه حالا قبلا روسیه شوروی اون موقع تقصیر کار هست نه طبق قراردادهایی که قبلا باید ما انجام میدادیم یعنی کشورهای غربی عضو پیمان ناتو باید انجام میدادم این بود که در حقیقت دیگه پیمان ناتوی نخواهد بود بعد از فروپاشی اتحاد شوروی رو عرض می میکنم دیگر نخواهد بود و پیمان ناتو دیگه همه عضو این کشور این سازمان نظامی خواهند شد و بعد کاربرد سازمان نظامی هم به کارهای اجتماعی یا صنعتی یا مسائل دیگری روی خواهد آورد و حتی قرار بود خود روسیه هم جز همچین پیمانی باشه و قرار بود اینکه دیگه کشورهای اطراف روسیه به پیمان ناتو نپیوندند. خب این پیمان این خودش اشکال داره برای که وقتی میگی خب مثلا اوکراین یا فنلاند سوئد رومانی این کشورهایی که هم مرزن با روسیه بلاروس اینها جز پیمان ناتو نشن خب غربی ها میگن دموکراسی است آزادی خواهیست و این کشورها هم دلشون میخواد که جز اروپای غربی بشن و در ضمن هم جزه پیمان ناتو بشن یعنی از نظر دموکراسی و مسئله رأی این کشورها رأی مردم این کشورها باید احترام گذاشت که خب اینا هم میخوان جزء اروپای غربی باشن اتحادیه اروپا که الان هم 28 کشور هستن تقریبا بسیار از کشورهای اتحاد شوروی سابق الان جزء اتحادی اروپا هستند و جزء پیمان ناتو هم هستند بعضی بنابراین این در حقیقت عرض کردم یک برنامه دو طرف است. یعنی هم اتحاد شوروی سابق این انتظار رو نداشتن که الان شده روسیه و نه هم اتحادی اروپا حرفشون بیجاست بعضی از سیاستمداران بزرگ مثل هنری کیسینجر که هنوزم داره نظر میده تئوریسین سیاسی آمریکاست وزیر خارجه قبلی ایشون میگه که باید ما یک استیت هایی اصطلاح به نام ما میگیم بافر استیت، یک ایالت هایی بین پیمان ناتو و روسیه قرار بگیره که اونا میگن بافر استیت، یعنی استیت های در حقیقت بدون جایگاه سیاسی یا بدون تعلقات نظامی یا سیاسی یا بلوکبندی های سیاسی مثلا مثل اوکراین اگر همینجور که بود نمیخواست عضو و اتحادیه اروپا بشه و نمیخواست جزء پیمان ناتو بشه یا نمیخواست ارتش های ناتو رو اجازه بده که در مرزهای روسیه مستقر بشن خب روسیه کار اینجوری حمله نمی کرد بنابراین الان اگر این تز رو قبول داریم که هم غرب برخلاف نظریه تئوریسین ها یا فعالان سیاسی کشورهای غربی عمل نکرده و این با فرستیت یعنی بین غرب و شرق یا بین اروپای غربی و اروپای شرقی که نهایتن روسیه و بلاروسینا هستند انجام ندادن حداقل این امکان رو میدادن که این اوکراین بمانه این وسط ولی خب نشد به همون دلایلی که عرض کردم اوکراین خب میدونید که از کشورهایی که بود که انقلاب مخملی درش انجام گرفت اون رئیس جمهور متمایل به روس قبلیشون رو برداشتن و نهایتا یک تشکیلات بیشتر طرفدار غرب رو درست کردن و جز تقاضای تا جز اینکه تا اروپا باشن و حتی جز پیمان ناتو هم میخوان باشن بنابراین روسیه میگفت که تو مرزهای ما شما دارید میایید و حتی اخیرا هم به هلند به چیز به سوئد و فنلاند هشدار داد که اگر شما میخواید از ترس روسیه یا از هر, هر حمله نظامی خارجی میترسید و میخواد جز پیمان ناتو بشید خب برید بشید ولی به این قول که اجازه ندید ارتش های غربی ارتش های پیمان ناتو در مرزهای روسیه مستقر بشن چون مثلا فنلاند با روسیه 1200 کیلومتر مرز داره یه زمان هم در حال جنگ بوده جنگ که جنگ بزرگی هم کرده با روسیه خب پس بنابراین اگر به اصل مطلب برید نگاه کنید میبینید یک مسائل دو طرف هست همطور که عرض کردم ولی روسیه حاضر نیست که ارتشهای ناتو رو در مرزهای خودش تحمل کنه بنابراین این از یه مورد یه مورد دیگه هم بعضی از مناسبات داخلی بین کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق و روسیه وجود داره مثل مثلا همین جزیره کریمه که خب یک جایی در دریای سیاه بسیار زیبا و خوب هست و خیلی وقتا زمامداران روسی میرفتن اونجا برای بعضی از کنفرانس ها و استراحت و این حرفها. خب اون رو در سال 2015 روسیه اشغال کرد و گفت این جز لاینفک خاک روسیه بوده بعد که مثلا اون موقع حرفی نمی زدن چون اون موقع روسیه نبود اون موقع اتحاد شوروی بود و همه این مناطق هم جز اتحاد شوروی بود یاد من و توی نداشتیم ولی الان که شما به خود جدا بشید و شدید هم و به خود پیمان جز پیمان ناتو هم بشید تیکه ما میخوایم چون خیلیشون هم روس زبان هستن در عرصه اون رو در سال 2015 اشغال کردن و بعد از زمیمه خودشون کردن ولی تا به امروز اون جزیره کریمه جزء یعنی پیمانه جزء اتحاد یعنی روسیه نیست و دنیا اون رو به رسمیت نشناخته یکی از درخواست های روسیه این بود که انزمام این منطقه کریمه رو به خاک روسیه از طرف پیمان ناتو و اتحادیه اروپا به رسمیت شناخته بشه که نکردن بنابراین شما میبینید این وسط خب مسائل دو طرف هست البته بنده اعتقاد دارم که در هر صورتش حمله روسیه به اوکراین یک اینویژن و یک تجاوز نظامی است اون رو هیچ که موافق نیست یعنی شما نمیتونید به کشور مستقل که دارای مرزهای مستقل هستن به این دلیل که با گفته ها و برنامه های اونها مخالفید یا اونها میخوان جزء یک کشور دیگه بشن یا میخوان جزء پیمان ناتو بشن یا میخوان نمیدونم رفراندوم بکنن از شما جدا بشن یا هر چی نمیتونید لشکرکشی بکنید و بیرید با زور و با بمباران کردن یه مردم بیچاره اون منطقه رو دوچار گرفتاری های نظامی بکنید پس بنابراین اینه که اون مسئله رو هیچ که نمیپذیره ولی این که روسیه باید مسائلش رو با غرب حل کنه همه معتقد هستن که باید حل بشه خود آمریکا و اتحادیه اروپا یعنی پیمان ناتو بایستی بشینن و این مسائلشون رو مشکلاتشون رو با روسیه و درخواست هایی این رو حلش بکنن که اگر اینجور بشه خب ما میبینیم که مشکلات زیادی از این قسمت جهان حل خواهد شد به اضافه اینکه خب میدانید که روسیه با منابع سرشار گاز و نفت داره و گاز اروپا رو تقریبا روسیه تأمین میکنه نفت هم در خیلی از پالایشگاه های اروپایی نفتی است که از روسیه میاد و روسیه عضو اوپک پلاس هست یعنی در به اصطلاح قوانین اوپک و به کارگیری رگولیشن ها و اون چیزهایی که در مورد صادرات نفت اوپک هست شریک بالقوه است و بالفعل هر دو بنابراین کشور آسانی نیست یعنی شما نمیتونید خیلی راحت از 11 میلیون بشکه در روز نفت روسیه چشپوشی کنید و از لوله های گازی که به اروپا کشیده شده چشپوشی کنید به خصوص که زمستان در راه است البته اروپا حالا تا مقداری حدود شاید در درصد چل درصد نفت و گاز روسیه رو قطع کردن و جایگزین هم کردن با کشورهای دیگه مثل آذربایجان یا یک فعل انفاراتی با قطر دارن یا حالا دنبالن که نفت ونزوئلا آزاد بشه و نفت ایران و همچنین کویت و امارات و عراق و عربستان و سعودی خلاصه دنبال این نفت و گاز اون منطقه هستن که بتونن جبران کنن ولی راه آسانی نیست و معلوم نیست که در دو سه ماه دیگه که اروپا شروع میکنه به سرد شدن چه اتفاقاتی خواهد افتاد پس بنابراین تحریم نفت و گاز در روسیه یا حتی به ن... کشتیرانیش یا حمل نقل دریایی و حمل نقل هوایی اینا رو نمیشه خیلی باهاشون کلنجار رفت همشان که میبینید که نفت بسا... قلات بسیار از کشورهای جهان از اوکراین میره البته هم روسیه هم قلات داره هم اوکراین و الان تازگی هم موافقت کردن با پادرمیانی آقای گوترش رئیس سازمان ملل متحد که اجازه بده روسیه که اوکراین بتونه نفتشو چیز بتونه قلاتشو صادر بکنه چون دنیا به این قلات نیازمند هست و خود اوکراین هم نیازمنده که این قلات رو بفروشن و برای مردمشون هزینه کنن به تعهداتی که برای مردم دارن بیمارستان ها بهداشت مسائل دیگه مسائل جنگ خیلی از مسائلی است که الان اوکراین در سطح بسیار بد مالی قرار گرفته زمینی که دنیا هم نیاز به این قلات داره خب پس بنابراین اگر اینجور فکر کنیم شاید تا دو سه ماه آینده به این البته نظر شخصی من هست که من فکر میکنم در دو سه ماه آینده شاید این جنگ که وارد سرمایه شدید میشه اون منطقه این جنگ پایان بیابد یا به شکلی تغییر جهت بده یا تغییر ماهیت بده و بتونن مردم اوکراین برگردن به کشورشون یا حالا بعض مناطق که در اشغال هست به شکلی اون رو حل و فصل کنند با اروپای غربی یا با پیمان هایی که میتونن دوباره امضا بکنن خلاصه این رو باید سرسامانی بدن ولی از اینکه ما پافشاری کنیم که روسیه باید شکست بخوره من فکر میکنم این راه طولانی در پیش خواهد بود و ارتش روسیه که دومین ارتش بزرگ جهان هست و و کشور نفتخیز و پراورده های گازی و شیمی های غیره داره و یک کشور قوی کلا بنابراین انتظارم نیست که بتوانند اون رو شکست واضحی بدن میتونم هم تو میگم که بتونن باش سول کنن و یک چیزی بهش بدن در هر صورت یک امتیازی آقای رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین باید بگیره تا از منطقه خارج بشه حالا امانتون همزمان کار اشتباهی که خانم پلوسی رئیس کنگره آمریکا کرد و رفت به دیدار به کشور تایوان کشور تایوان بر اساس قراردادی که دولت چین کمونیست با آمریکا داره در سال 1972 اون دولت چین رو به رسمیت میشناسد دولت آمریکا به عنوان یک کشور مستقل including تایوان یعنی همراه با تایلند تایلند رو طبق قراردادی که آمریکا با چین داره جزء لاینفک خاک چین هست بنابراین ورود خانم پلوسی به تایوان باعث یک سری ناملایمات و مشکلاتی در روابط چین و آمریکا و کلا کشورهای غربی اتفاق افتاد که ضرورت نداشت که در همچین موقعیتی که ما الان با روسیه درگیر هستیم این طرف اونم با چین درگیر بشیم حالا اون برم که ایران هم که داره مردم سرکار میذاره بنابراین در همچین موقعیتی بازدید خانم پلوسی از تایوان به نظرم ضرورت نداشت و باعث این تنش شدید شده که مانور نظامی قدرتمند چین الان هفتش روز هست که شروع شده و میگن هم ادامه پیدا خواهد کرد که کلا دارن تمرین میکنن اینجور که کره اینجور که تایوان اعلام کرده که دارن تمرین میکنن برای اشغال کامل تایوان در صورت که لازم باشه آیا این که اگر این اتفاق بیفته آمریکا دخالت خواهد کرد هیچ که نمیدونه خود آمریکایی هم شاید ندونن هنوز خیلی زوده ولی مسلما امر... آمریکا هم تعهد داره اون چین رو به رسمیت میشناسه همراه با تایوان همین هم تعهد به تایوان سپرده برای کمک های نظامی خودش البته هیچ که فکر نمیکنه که آمریکا بتونه به صورت ارتش قوی و مقتدری وارد منطقه بشه ولی خب البته پایگاه های نظامی آمریکا داره در اونجا اطراف کره اطراف ژاپن و تنها هم نیست برای که متحدینی داره از جمله کره جنوبی ژاپن و خود تایوان و امریکا هم که خب اگر وارد مسائل بشه پیمان ناتو و کشور کانادا و غیر غیره رو همراه داره بنابراین مسلما همچین ماجرایی اتفاق نخواهد افتاد و امیدواریم هم که اتفاق نیفته برای که خیلی تأثیر بسیار زیادی روی اقتصاد جهان میذاره کماکان که ما یک اقتصاد بسیار ناهمواری رو داریم لمس میکنیم در سراسر جهان شما میرین الان یورو قیمتش به یک دلار رسید یعنی خیلی ارزش خودش از دست داد کشورهای اروپایی دوچار مشکلات فراوانی هستند از نظر اقتصادی کشورهای کانادا، آمریکا و همه دنیا تقریبا با تورم زیاد همراه با اینترست ریت بالا همراه با عدم خرید رکود اقتصادی یک معزلی شده که این معزل به این آسانی اتفاق نمیافته و اگرم اتفاق بیفته مثل الان که داره اتفاق میفته با آسانی حل نخواهد شد بنابراین خیلی فاکتورها هست که امیدواریم کانادا ها که کشور پولدار دارای نفت و گاز و معادن دیگر هست و جز جی سیون از این ماجرا جون سالم به در ببره و ما مشکلات اقتصادی چندانی پیدا نکنیم بعید میدارم البته همه الانشم هم خود به خود میبینید در بعضی از مسائل تورم به 100 درصد رسیده و 50 درصد 30 درصد 20 درصد و خب خونه ها ارزون نشده ولی فروش اونا که میخوان خونه بسازن ارزون تمام نمیشه بنابراین مجبورن گران تر کنن از اون طرف خریدار وجود نداره خلاصه یک بنبستی ایجاد شده و بعدم سیاست های ضد انقباضی آمب... کانادا باعث شده که مورگیج رو قیمتش بردن بالا و به سکند سکن ها هم خیلی بالا رفته و از اون طرف هم توانایی مردم کم شده و خرید نیست بنابراین یک معزل بسیار بسیار نادر اتفاق داره میفته امیدوارم این رکود اقتصادی اختصاص... اختص... اختص... و این کمبود پول و کمبود ارزم حضورتون گشایش های بانکی برطرف بشه و کانادا حداقل که ما در زندگی میکنیم بتونیم یه سرسامانی به زندگی خودمون بدیم پس بنابراین در همچین وضعیتی که اقتصاد بعد از کرونا به این وضعیت نفس نفس افتاده و اون برم ارز کردم مسائلی که پیمان ناتو نسبت به روسیه به کار بردن و روسیه هم اون تهاجم نظامی شو یا تجاوز نظامی میشه گفت به اوکران انجام داد خودش گرفتاری های زیاده وجود خانم پلوسی در چین یعنی در تایوان غیر ضروری می نمود ولی خب دموکرات ها که مطمئن نیستن که چه به سر انتخابات 8 نوامبر در آمریکا میاد فکر میکردن خب یک دهنکجی به چین میتواند یک مقدار وضعیت به اصطلاح فارین پالیسی آمریکا رو قدرتمندتر نشون بده و آقای بایدن از این وضع اصفباری که داره که کمترین محبوبیت رو در بین رؤسای جمهور آمریکا در سالهای گذشته داره بتونن اون رو ترمیمش کنن که اثر خیلی زیادی روی انتخابات میان دوره 8 نوامبر نذاره که الان پیش بینی همه این متخصص این است که در انتخابات نوامبر دموکرات ها بازنده انتخابات خواهند بود هم در مجلس نمایندگان هم در کاخ سنا پس بنابراین چون در سنا یک نفر میخوان البته خب خیلیشون باید انتخاب بشن در کل الان یه نفر کم دارن که اکثریت به ریپابلیکن ها برسه و در مجلس نمایندگان چهار پنج نفر اگر چهار پنج نفر از این بر برن اون بر درست میشه یعنی حدود یازده نفر جبران میکنن و مجلس نمایندگان هم اکثریت به ریپابلیکن ها خواهد رسید خب پس بنابراین برای جلوگیری از این کار احزاب مشغول فعالیت هم حزب جمهوری خواه دنبال کار هم دموکرات های آمریکا از جمله خانم پولوسی که فکر میکرد با این حمله یا این حرکتی که به تایوان کرده رفته بازدید کرده و نشان دهنده اهمیت اون کشور و حمایت نظامی رو اعلام کرده و این حرفا که شده که باعث مانور دامندار چین کمونیست در مرزهای تایوان شده است پس این یه ماجرا اون بر بود یه ماجرا این بره یک ماجرا وضعیت اقتصادی بعد از کرونا است میدونید که بنابراین مردم با چه مشکلاتی فعلا گرفتارن از اون طرف قضیه این مسئله اتمی شدن ایران یا برجام هست من بارها راجع به این مسئله صحبت کردم ولی متاسفانه تحلیلگران سیاسی و فعالان سیاسی این مسائل رو دنبال نمی به این شکل ببینید اصلا چرا جمهوری اسلامی به طرف غنی شدن غنی کردن اورانیوم رفت علتش این است که در همون زمان پادشاه فقید ایران همون موقع هم مایل بود پادشاه فقید که بایستی ما به بمب هستی یا به دانش هستی مینیمم دست پیدا بکنیم یعنی این چیز جدیدی نیست که جمهوری اسلامی دنبالش رفته اون تا چیز جدیدی است که اونها اعلام کرده بودند و اون پایگاه بوشهر هم ساخته بودند که به وسیله آلمان های داره می شود. مدتی هم من در اون منطقه بودم در بیمارستان در بوشهر کار می کردم. بنابراین شما وقتی ناریچه چه, پایگاه بسیار زیبایی دارای سینما سرانه قضاخوری تفریگاه و زن و مرد و به اصطلاح خانواده های این مهندسین عالی رتبه آلمانی در اونجا زندگی میکردن و جای بسیار خوب نزدیک دریا بنابراین منظورم اینکه این اقدامات وجود پایگاه های هسته‌ای یا نیروگاه های هسته‌ای خب لازم بوده که البته تو یکی از این سخنرانی های شامیه که ما برای تولید برق یا انرژی پاک که به اصطلاح میگن نه انرژی فسیلی مجبوریم تجدید برنامه کنیم و از انرژی های هسته ای استفاده کنیم برای تولید بر در کشور و حتی میتونیم به کشورهای خارج هم صادر بکنیم بنابراین اون یک برنامه خوب بود و موفق هم بودن و کارهای بسیار جالبی هم انجام داده بودن و از در سیفتی و سایر مسائل امنیتی برای حفظ اون پایگاه هسته ای فراهم فراهم که کسانی که کار میکردن از نیروهای آلمانی بودن آلمان غربی این رژیم که آمد منطقه نیتشون فرق کرد این رژیم بعد از شکست مفتزهانه از عراق عقب نشینی مفتزهانه به خصوص در جزیره فاب و این کشت و کشتاری که اتفاق افتاد به این فکر افتادن که ما اگر پامون رو فراتر بذاریم اولا با به قدرت نظامی عبر قدرت ها رو برو میشیم و اگرم نکنیم که شکست میخوریم که مثل الان که شکست کردیم چون این جمهوری اسلامی که با شجاعت ایرانیان در حقیقت حالا یه یادی هم باید از بسیجی ها و غیره بکنیم یعنی اونایی که در این جنگ شرکت کردند صدها هزار نفر کشته شدند و آواره شدن و اسیر شدند ولی جنگی که در حال پیروزی بود و ما قسمتی از مناطق عراق هم از جمله جزیره فاو و غیره هم تصخیر کرده بودیم ناگهان ورق برگشت و همه این زمین ها و مساده چیزای به اونا که ما گرفته بودیم رو از دست ایران خارج کردن و ورق برگشت و ما مجبور شدیم اون قطنامه 598 رو که به مساوی خوردن یک کاسه زر ترقی شده از نظر آقای خمینی خاتمه بدیم و جنگ برده رو واگذار کنیم و این وحشتناک بود و خصوص بعد از فتح خورمشر که خورمشر رو ما به دامن میهن برگردونده بودیم و خیلی از مناطقی که شک داشتیم از در مرزی اونا رو برگردونده بودیم و در ایستگاه خوبی بودیم در جایگاه خوبی بودیم متاسفانه بر اثر همین تبلیغات جنگ که آقای خمینی رئیسش بود در حقیقت و همین هم که الان هستن افراد سپاهی اون موقع دنبال بودن اما پیشنهاد کردند که ما بایستی مسلح بشیم به یک سلاح دیگری از جمله خب سلاح هستهی موشک های بالستیک یا یک سری از این چیزهایی که بعدا شروع کردن از سال 2003 که این یا حتی قبلش هم که اینا شروع کرده بودن از پاکستان اون آقای عبدالقدیر خان که به صلاح دانشمند هسته ای اون زمان پاکستان بود توانستند یک سری اطلاعات رو بگیرن و سانترفیوش های اولیه رو بسازن و شروع کنن به این ریچ کردن اورانیوم بنابراین و بعد به وسیله سازمان مجاهدین این طرح لو رفت و تازه سازمان انرژی هسته جهانی پی بردن که ایران بدون اینکه سازمان رو در جریان گذاشته به صورت خلاف واقع دروغ گفته و نهایتا در پی ساخت یک تشکیلات هسته متمرکز و قوی و همچنین دانش هسته ای است و نهایتا سلاح هسته پس بنابراین این وسیله سازمان مجاهدین لو رفت و از اون به بعد بود که دنیا خود بیدار شد و با ایران کنار نیامد و گفتن این جمهوری اسلامی چون دروغ گفته و مسائلی رو که بوده در کشور از جمله اطلاعاتی که از پاکستان گرفت سانتر کجا ساخته نمیدونم این ریچ کردن رو چگونه چگونه و خیلی از مسائل این گونه رو نگفته بود و از این نظر باعث شد که یک تیم بسیار بسیار مجهز دنبالی مسئله باشن که از طریق سازمان هسته وابسته به سازمان ملل متحد که مقارش در اتریش هست اینها بتونن در حقیقت این بازرسی ها رو انجام بدن بنابراین قرار شد تمام اطلاعات مال اون زمان رو بدن و سازمان اطلاعاتی سیای هم اعلام کرد که در سال 2003 اطلاعاتی دارن که ایران به دنبال جنگ به عنوان تولید سلاح هسته‌ای بوده و بعدش هم به اعتقاد من اون پروژه هیچ وقت کنسل نشد ولی قرار شد که با جهان تعامل کنن چون وقتی شما این قراردادهای بین‌المللی رو کنار میذاری و صحبت از آماده شدن برای تولید سلاح‌های هسته‌ای است خب این هر عقلی میگه خب تا این نرفتن و این سلاح رو پیدا نکردن ما اینها رو قلقم کنیم و نهایتا مجبورشون بکنیم پدری کشور نرمال با دموکراسی های غربی بتونن زندگی کنن و مردم کشورشون رو اداره کنن پس بنابراین این تضاد از سال 2003 بعد همینجور ادامه داشت همین کاری که الان دارن میکنن وقت گذراندن و نمیدونم جلسه گذاشتن و جواب درست نمیدادن و بازدیدها رو کنسل میکردن یا هر چیزی دیگری تا سال 2015 که بالاخره قرارداد برجام یا برنامه جامعه جامعه اتمی ایران مورد موافقت دنیا قرار گرفت که اون رو شما خوب میدانید ولی بند ارز کنم حضورتون که این برجام یک کلاهی بود که آقای اوباما و معاونش همین آقای بایدن سر آمریکایا گذاشتن و از اون برم آقای روحانی سر ایرانیا گذاشتن برای که این برجام هیچ وقت تبدیل به توافق نامه نشد همیشه به شکل تفاهم نامه بود تفاهم نامه یعنی این که سران کشورها یا مقامات کارشناسان کارشناسی هر کشوری میتونن برن یک چیزهایی رو با کشور مجاور یا مثلا کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا عضو به بس... اصطلاح گروه های متحد و سیاسی و غیره یک تفاهم نامه ای امضا کنند که یک سری اقدامات رو یا بکنن یا نکنن ولی چون توافق نشده یعنی در کنگره نرفته تبدیل به قانون نشده مستوبه مجلس این رو نداره این در همون سطح تفاهم نامه باقی میمانه که موند و بعد هم در حقیقت اون هم که امضا شد چند تا اشکال مهم داشت یکی این بود که به ایران اجازه داد که قنیسازی و صنعت غنیسازی اورانیوم رو داشته باشه که قبلا نمیخواستن اصولا نمیخواستن به این همچین اجازه رو به ایران بدن دوم یک بند غروب توش گذاشتن مثلا تا سال 2028 فکر میکنم بسیاری از اینها یعنی تو مقدارش 22 بود تحریم تسلیحاتی بعضی هاش 2025 یه سریش هم 2028 که اینها در اون سالها دیگه به کلی از این برجام تفاهم نامه ای خلاص می شدن یعنی در حقیقت با تمام با توجه به دروغ که جمهوری اسلامی قبلا می بافته و می گفته متخصصین غربی می گفتن که این کلا سر خودتون گذاشتید برای که انیوی <applause> اونا دارن قمیسازیشون رو ادامه میدن و به دانش هستهی مسلط میشن بعدم یواش یواش تا این 7-8 سال بگذره و بعد مثل کره شمالی به بمب دست پیدا خواهند کرد این باعث شد که آقای دونالد ترامپ از مسائل از این تفاهم نامه خارج بشه آقای دونالد ترامپ که خواست خارج بشه به این سادگی هم نبود اون طبق اون چون کنگره تصویب نکرده بود و کنگره در اختیار ریپابلیکنا بود تصویب کرده بودن تصویب کرده بودن که هر سه ماه رئیس جمهور باید به مجلس توضیح بده که این برنامه بازدیدها و مسائل مختلف فنی بر وفق مراد هست وگرنه تمام این تحریم هایی که لغو کرده بودن مجددا برقرار میشد چون تحریم ها هیچ کدام برطرف نشدند، تحریم ها لغو موقت شدن که در صورتی که ایران به تمام تعهداتش عمل بکنه مثلا گزارش به کنگره آمریکا بدن و این روال ادامه داشته باشه زمینه که اون موقع هم بسیاری از بانک ها درست به همین علت که هر سه ماه باید رئیس جمهور توضیح بده نمیتونستن قراردادهای های دراز مدت با ایران ببندن نمیتونستن سرمایه گذاری های کلان بکنن هیچ کدام از این کارها رو نمیتونستن بکنن حتی این آقای جان بیکر اینا هم دنبال این کار بودن که بلکه انجام بدن که توافق نامه های وزیر خارجه آمریکا ولی نتونستن بنابراین تا اینجای داستان رو که هست بنابراین بعد دخارت های منطقه ایران بی کشورهای عربی مثل لبنان و عراق و سوریه و یمن و حتی تا شاخ آفریقا تا اون بر ایرانیا رفته بودن بنابراین اونها رو گفتن چه کار کنیم؟ گفتن بعد از این که این ماجرا تمام شد برجام دو و سه رو هم انجام میدیم یعنی میشینیم راجع به فعالیت های موشکی ایران فعالیت های بی ثبات کننده ایران و این چیزها رو مذاکره میکنیم ولی همون روز که آقای ظریف برگشت به تهران آقای خامنه ای گفت ما دیگه هیچ راجع به هیچ موضوعی با آمریکا وارد مذاکره نخواهیم شد یعنی اون اقدامات بی ثبات کننده به لشکرهای نظامی نیابتی و پیشرفت برنامه های موشکی بالستیک اینا همه موند بند غروبش هم که بود بنابراین آقای دونالد ترامپ گفت خب این که در هر صورت اینها میرن به طرف اینکه که بمب بسازن چون شما اولا بند این تعهدات محدود هست ثانیا این کار منطقه ایشون رو دارن ادامه میدن هنوزم رو پرچم آمریکا دارن راه میرن یعنی یک سری اقدامات شنی و بیپایه ایران انجام داد که نشون بده که ما فقط در مورد مسئله هستهی با شما توافق کردیم و دشمنی ما و آمریکا ستیزی ما به قدرت هست و در منطقه ما جلو شما خواهی ایستاد همینطور که دارای به صلاح بومب کنار ای می ساختن در عراق می به, افغان به, افغانستان به هم طالبان و هم دولت افغانستان اسلحه پول میدادن اسلحه میدادن که به سربازان آمریکایی حمله کنن خلاصه دشمنی و آمریکا ستیزی رو ادامه داد ایران این همون مسائلی که به صدام حسین کردن و جنگ جنگو گفتن اون شروع کرده ولی در حقیقت تحریکش ایران کرده بود این این برنامه رو زمان آقای دونالد ترامپ انجام دادن و دونالد ترامپ هم اعلام کرد که به مجلس که این قانون زود اجرا نشده بنابراین و اومد بیرون اگر بیاد بیرون مجلس دو ماه وقت داره که به جای اون یک سری تمهیداتی رو به تصویب برسونه در این دو ماه اونها هیچ کاری نکردن یعنی نه مجلس نه و نه سنا هیچ کاری نکردن و گفتن اختیارات با رئیس جمهور خواهد بود و اونم آمد بیرون بنابراین این که آقای بایدن که خودش اون تفاهم نامه اونجور رو امضا کرده بود که عرض کردم زمینی که خب به نفع می شود یه یعنی مقدار از پولا آزاد می وضعیت بانکی ما بهتر می شود. ولی به دلیل اون مشکلاتی که در برداشت خب میتونه سر عقل سلیمی بگه که ما باید بیایم بیرون بنابراین اونها را آقای دونالد ترامپ انجام داد حالا این آقای بایدن دوباره آمده اون سیاست شکست خورده قبلی شو تحت عنوان احیای برجام به کار گرفته این اصلشه خب و گفتن همین آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا بارها توضیح داده که ما اون مسئله موشک های بالستیک ایران یا الان دیگه نیروی نظامی پهبادی هم اضافه شده بهش به اضافه اقدامات بی کننده ایران رو میخوایم بیاریم جز همین احیای برجام و اون بند غروبش هم درست کنیم که خیلی حرف سنجیده و درستی است ولی تا به امروز اولا همون موقع آقای خامنه ای و آقای روحانی گفتن ما راجع به هیچ موضوعی در برجام صحبت نمی کنیم که خارج از برجام باشه یعنی در حقیقت اون مسائلی هم که آی بایدن چند دفعه شعار داده بود از اوایل که میخوان اضافه کنن بر این به چیز به اصطلاح قرار داده کامپریهنسیف نشد و نمیشم بنابراین در زمان آقای دونالد ترامپ یک سری سنکشن ها و تحریم های حقوق بشری یا مثلا مسائل منطقی یا غیره رو برقرار کردن که از جمله اعلام تروریستی سپاه پاسداران بود که اون هم رئیس جمهور بعدی نتونه بیارتش بیرون برای که شما یعنی رئیس جمهور بعدی با توضیح بده به مجلس که این سپاه تروریستی نیست در حالی که خب همین الان هم ترور میکنن و در خیلی جاها از جمله در اروپا و در آمریکا خب اسنادی هم دارن پس بنابراین در حقیقت دونالد ترامپ دست آقای بایدن رو تو هنا گذاشت از نظر سپاه پاسداران و بعدم دولت جمهوری اسلامی با اون تزی که من عرض کردم خدمت شما اصلا اهل مذاکره و این که فکر کنید اینها میخوان بیان صلح و صفایی بکنن و بعدم مثلا روابط عمومی با ایران با آمریکا داشته باشن با اروپا داشته باشن اقتصاددان ها سرمایداران وارد ایران بشن و ایران بهشته برین بشه و اینها از این حرفا نیست اینها دنبال این کار نمیخوان برن اینها میخوان اگه پولی هم به دست بیارن بازم نیروهای نیابتیشون رو در منطقه زیاد کنن تا بتونن در برابر قدرت های جهانی خود علم کنن در منطقه خلیج فارس باشن بتونن باج بگیرن بتونن اگر که میخوان مورد حمله قرار بگیرن از طریق این نیروهای نیابتی ارزم زورت کن دفاع کنن و بعدم نهایتا بتونن سرکوب داخلیشون رو خیلی خوب انجام بدن بنابراین قصدشون این است که این برنامه رو توسعه بدن حالا دارن وقت میگذرونن الان در قطر در ماه گذشته دو ماه گذشته در قطر دیدی که این همه صحبت کردن که بله برجام نمرده و ما داریم میریم مذاکره میکنیم که البته خیلی از تحلیلگران سیاسی میدونستن دروغ میگن و رفتن دوباره یه چیز علم کردن که آقا سپاه پاسداران رو از تحریم باید بیارید بیرون یه حرفی شبیه به این دوباره با شکست روبرو شد که شکست از خود یعنی خودشون میدونستن که این کار رو خواهند کرد اون رو ادامه دادن دوباره سرصدا بلند شد اسرائیل داشت مانور میداد که با آمریکا بتونن یک کمره نظامی به سایت های انجام بدن یا فلان دو مرتبه گفتن آقا مسئله نیست ما دوباره داریم با قدرت و هیبت خاصی به وین میاییم و میخوایم انجام بدیم و مسئله سپای پاسداران هم دیگه جزء خط قرمز ما نیست و زمانت هم نمیخوایم خب در حالی که این مسئله اومدن یه چیز دیگه رو کردن همین یه دو سه روزه گفتن که ما حالا میخوایم اون سوالاتی که سازمان انرژی هسته جهانی راجع به سه منطقه ورامین و تهران و ارزم که مریوان و همین پرغزابات در اینجاها که آثاری از اورانیوم پیدا شده و ایران هنوز پاسخ نداده اینا رو هم منحلش کنید یعنی ماسمالی بکنن اونا بگن آقا اصلا دیگه به شرطی که ما این قرارداد امضا میکنیم که سازمان انرژی هسته‌ای هم آب پاکی رو سر دنیا بریزه که اینا بسیار خوبن هیچ مشکلی ندارن و تمام برنامهاشون خوب انجام شده و سربلند اینا رو اعلام کنن و بعدم اینا برن دنبال کارشون در حالی که دوربین ها رو بستن هنوز سازمان انرژی از جهانی نمیدونه که از این 27 دوربین دارن اونجا هیچ کدومش باز نیست و کماکان دارن به به اصطلاح غنیسازی اورانیوم در سطح نزدیک 90 درجه ادامه میدن 90 درصد و بنابراین باز هم شیر مالیدن سر که بلکه بتونن وقت بخرن و این دانش هسته ایشون رو ادامه بدن و به طور کلی به عنوان یک کشور دارای دانش هسته ای به جهان اعلام بشن و قضیه تمام بشه و همه هم میدانن هم اروپایی ها میدونن هم امریکایی ها میدونن همه دنیا منتها این رو جرأت اعلامش ندارن چون اگر جرأت اعلام باشه خب باید یه اکسل نشون بدن که نمیخوان و نمیتونن یا هرچی بنابراین ایران هم این رو میدونه و باعث شده که این باشه بنابراین بنده فکر نمی کنم که ایران حتی اگر برجام امضا بشه که نمیشه اگر هم بشه این برجام برجام پایبندی نیست به اضافه که نوامبر انتخابات میان دوره دولت آمریکا است یعنی مجلس آمریکا مجلس سنا و کنگره و رئیس جمهور آینده معلوم است که دموکرات باشه دوباره با این ماجراجویی‌های های ایران کماکان مسائل ادامه پیدا خواهد کرد و اقتصاد ما هم از این بدتر خواهد شد ما به پایان برنامه رسیدیم با تشکر و سپاسگزاری از شما بینندگان گرامی تلویزیون ایرانیان کانادا برنامه به دنبال آفتاب و همچنین تشکر از جناب مندس فرزاد در اتاق فرمان که برنامه رو اداره کردند و مدیریت تلویزیون ایرانیان کانادا تا هفته دیگر خدا نگهدار چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی آن بینی گر به اقلیم عشق رویاری همه آفاق گلستان بینی بر همه اهل آن زمین به مراد گردش دور آسمان بینی آنچه بینی دلت همان خواهد وان چه خواهد دلت همان بینی جان گدازی اگر به آتش عشق عشق را کیمیای جان بینی دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی